درود فروان خدمت دوستان عزیز، امروز یک شنبه 11 اردیبهشت ماه هستش و بریم به بازارهای مالی سری بزنیم. قبل از اون دوستانی که علاقمند هستن توی دوره آموزشی مشاغل آنلاین ما که حدود یک ماه و نیم دیگه در کشور ترکیه برگزار میشه شرکت کنن، به سایت شخصی من مراجعه بکنید و اینجا یک فرم پیش ثبت نام هست. دوستان ابتدا این فرم پیش ثبت نام رو اینجا پر کنید تا ما باهاتون تماس بگیریم. و نکته بعدی این که برای مشترکین سبدگردانیمون یه تخفیفی هم در نظر گرفتیم، یعنی افرادی که قبلا توی 2-3 سال گذشته مشترک بودن برای سبدگردانی، این تخفیف مشمولشون خواهد شد که اونها میتونن توی واتساپ به من پیام بدن یا اینکه وقتی باشون تماس گرفته میشه بگن که مشترک بودن تا انشالله مقدمات سفر فراهم بشه. توی این سفر ما کلیه آموزش‌های مالی از جمله حالا آموزش فارکس، آموزش فارکسی که شما بتونید توش سود بگیری، نه هر فارکسی، یعنی فارکس خب آموزش مشخص، استراتژی‌هایی که بتونید روشون سود بگیری بحثا به صلاح صحبت می‌کنیم راجع به این مسائل. اگه شما یک فنی بلد هستی، مثلا طراحی بلدی، ترجمه بلدی، هر کاری بلدی که فکر کنی میتونی از طریق فریلنسری کار بکنی، چون بازار بسیار بزرگی داره که الان انشاءالله یه بار با هم دیگه صحبت خواهیم کرد، بهتون میگیم که دقیقا چی کار بکنید که حساباتون اکتیف بشه و بسته هم نشه. اینها هم جزء مواردی هستش، همچنین درآمدهایی که میتونید از گوگل ادسنس، یوتیوب و جای دیگه داشته باشید، همه اینا رو با تو عملی کار میکنیم. بنابراین فرم رو پر کنید، در خدمتتون خواهیم بود. بچه‌ها امروز شاخص کل هموز به روند صعودی خودش ادامه داد، 1% مثبت و شاخص کل با 0.2% مثبت، که البته اون آخر کار شاخص کل یهویی جهش یا تجربه کرد، یعنی همین 0.2% مثبت تقریبا میشه گفتش توی 1 ساعت پایانی معاملات امروز رخ داد، که خب یک خبر هم امروز داشتیم. البته خب خیلی الان خبر به قول معروف جالبی شاید نباشه برای بورس الان، که 1,300,000,000 صندوق تثبیت گویا به حساب بورس ریخته و دعوای چند ماهه گویا تمام شده. البته خب مبلغ آنچنان بالا نیست، یعنی حالا 1,300,000,000 شاید برای یک روز خوب باشه، و در حال بورسی که داره 25-6 روز در ماه معامله انجام میشه توش، باید مثلا خیلی بیشتر از این حرفا حداقل 10-15 میلیارد تومان در ماه واریز بکنن. ولی خب در حال میگن یک مو از بدن خرس کندن هم غنیمته، و فعلا گویا این دعواها داره تمام میشه. این خودش یه نشانه خوبی هم تونه باشه که اینکه فعلا مثل اینکه میخوان روند صعودی بورس رو به هر طریقی که شده حفظش بکنن و دوست ندارن که اصلاح داشته باشیم، به خاطر اینکه الان روی نمودارها ما به خطای مقاومتی مخصوصا تو شاخص کل هموز داریم نزدیک میشیم. ببینید اینجا درهای مقاومت کوچیکی رو داریم و شاید تو 1-2 روز آینده برخورد به این مقاومت شاهد یک اصلاح باشه در شاخص کل هموز، که خب این قضیه میتونه به صورت زمانی یا قیمتی رخ بده. بالاخره با روش‌های مختلف هستن که میخوان حفظش بکنن که حداقل به صورت قیمتی نباشه. البته داشتم کامنت‌ها رو میخوندم، یه کامنتی بود که الان اینجا جالبه با هم دیگه. آقای شهرام گفتن که نماد منفی کف کانالی پیدا نمی کنند، و بله در نمادهایی که تو شاخص کل هموز قرار دارن، حالا شاخص کلی ها که اغلب اومدن خوب بالاش، به اصطلاح هموزی همون هم الان دو حالت دارن، یا اینکه خب رسیدن به سمت سقف کانال دارن حرکت میکنن، یا به سقف رسیدن دارن میان پایین و هنوز به کف نرسیدن، یعنی الان خرید یه مقدار سخت شده. بچه‌ها تو این 1-2 روزه اخیر خیلی واقعا خرید کردن سخت شده در این بازار. شما فرض کنی میای مثلا یه نمادی که الان منفی هست بخری روی تابلو، بعد نگاه می‌کنی خب این نماده الان حرکت به سقف رسیده و الان داره یه اصلاحی انجام میده، خب منفی بودنش به این علته.
از اون طرف میری بگردی یه منفی پیدا کنی که کف کانال باشه، خب پیدا نمیشه. بعد میای مثلا نگاه میکنی اونا که مثلا 1-2% مثبتن، میبینی که خب اینا تقریبا وسط کار رسیدن و احتمال داره که حالا مثلا بعد از 1-2 مثبت دیگه اصلاحشون رو انجام بدن. یه وقت تصمیم گیری خب سخت شده، برای خود ما هم سخت هستش واقعیتش، و خب شاید بایستی صبر بکنیم ببینیم که واقعا چه اتفاقی میخواد بیفته، به خاطر اینکه در حال اصلاح میتونه اینجا اتفاق بیفته و اگر اصلاح اتفاق بیفته به نظر من نمادهای کوچکی که تو این مدت الان یه رشد مثلا 20-30% داشتند احتمال داره مثلا اینا یه اصلاحی بکنن، 10-15% بیان پایین و به جاش حالا مثلا اونایی که تو این مدت رشد کمتری داشتن مثلا 7-8-10% رشد کردن، اینها بتونن بیشتر برن بالا. در کل شاخص هموزنی این اتفاق میتونه بیفته. شاخص کلم که خب الان در حالت اصلاح هست، شاید مثلا برای شاخص کلیا الان بهتر بتونیم نماد پیدا بکنیم برای خرید، یعنی نمادهای بزرگتری که الان اصلاحاتشون انجام شده شاید پیدا بشن و بتونید توی اونها پیدا بکنید. البته خب شاید الان خیلی‌ها دنبال نماد کوچکتر هستن برای خرید. چرا؟ چون که نماد کوچیکا احتمال داره که بهتر رشد بکنن تو روزهای آینده، اینجوری که شاخص کل هموز داره میره بالا. در هر حال خرید کردن توی این روزها یه مقداری مهم شده و یه مقداری هم سخت. خب ارزش معاملات امروز اومد بالا 5921 هزار، ببینید که تقریبا در آستانه ورود به کانال 6000 مجدد قرار گرفت. امروز نمادهای و به صادر، خگستر، خاور، خودرو و تجارت بیشترین ارزش معاملات داشتن، که باز نگاه میکنیم میبینیم که 3 تا خودرویی داخل اینها وجود داره و کلا نمادهای خودرویی باز امروز از نظر ارزش معاملات پیشتاز بودن در بازار، همونجوری که مشاهده میکنید اینجا مشخصه. البته تقریبا میشه گفتش که تا نیم ساعت یه ساعت مونده به پایان بازار همشون قرمز بودن و بعدش میبینید که اغلبشون خاکستری شدن. بخاطر همین هم بود که شاخص کلی مقداری اومدش بالا. بانکی ها امروز تقریبا روز خوبی را آخر کار باز تمام کردن و به جا گذاشتن. مواد غذایی نمادهای سبز توشون زیاد دیده میشه. باز نفتی ها امروز شبریز 22% مثبت باز شد و بقیه‌هاشون هم تقریبا با خونسا کارشون تموم شد. دارویی‌ها مخصوصا اون کوچیک موچیکاشون وضعیت تقریبا خوبی را امروز تجربه کردن. اینجا می‌بینید که داخلشون باز مثبت زیاد داریم، خاکستری هم هست. در حال برآیند بازار امروز من فکر می‌کنم که نمره قبولی را می‌گیره و حالا شاید هنوز به اون دلخواه ما نرسیده، ولی نمره قبولی رو میتونیم بهش بدیم. از جهات دیگه هم حالا بررسی میکنیم. تقریبا از نظر تعداد نمادهایی که در صدر جدول مالکیت حقیقی قرار گرفت یه تعادلی برقرار هست. میبینید که گروه بانکی ها حقیقی ها، بعد به جاش فلزات اساسی ها، سیمانی ها، حقوقی ها، دارویی ها، حمل و نقلی ها، حقیقی ها، بیمه بازنشستگی، شیمیایی، حقوقی ها، این طرف مواد غذایی و ارتباط، حقیقی ها، سایر مواد کانی و غیر فلزی، حقوقی ها. دقیقا تو دهتای اول 5 تا را حقیقی ها امروز وارد شدن و 5 تا را حقوقی ها امروز وارد شدن. البته ورود پول حقیقی مقداری بیشتر بود نسبت به حقوقی، ولی تقریبا اینجا متعادل، حالا خیلی هم زیاد نیست. در حال حقیقی ها امروز سراغ و به ساده و به ملت و نوین، دروز، هکشتی، هپارسا، قنوش، قبشهر و تبرک رفتند. خب حقوقی هم که گفتیم سراغ چه گروه هایی بودن، اینجا تقریبا تعادل رو داشتیم، ولی تعداد نمادهایی که امروز 3% مثبت بودن 180 نماده در برابر 52 نمادی که امروز به 60% منفی شدن. تعداد اینا که دارن منفی میشن هر روز داره 10 تا اضافه میشه. اگه دقت بکنید اول بود 20 تا بودش 30 تا 40 تا دیروز حالا 50 تا، و خب همین بازی نشانه ای از این هستش که هر چقدر به مقاومت نزدیکتر میشیم احتمال اصلاح هم وجود داره. و اینجا هم توی شاخصاس ها میبینید که
فملی، نوری، فولاد، کگل تأثیر منفی رو شاخص کل داشتن، در برابر شبریز و تجارت های کشتی که تأثیرشون مثبت بود. و خب این شبریز با باز شدنش امروز مثبت خوبی برای شاخص کل به جا گذاشت. توی فرابورسی هم همینجور زاگرس، سبا، سمگا و آریا تعداد منفیامون بیشتر هستش در برابر به پاس، قسینو و ملل، یعنی تو هر گروه 4-3 هست. ماتای 60 خودروخ گستر و به صادر و تجارت خساپا و لپارس، کرمان، آریا، تجلی، فزر، سرود، فرابورس و فتوسا در پرتراکنش‌ترین نمادهای امروز دیده میشند. خب اینم که گفتیم واریز دوباره پول به صندوق را، بریم سراغ الگو ساعتی های امروزمون. بچه ها رفرش بزنیم. الگو ساعتی های امروزمون شگل، سپردیس، ولشرق، گپارس و پخش، تکنو، فسازان و شبریز بودن، که خب تا این شبریز که چون باز شد، فسازان هم فکر کنم صفحه خریده. این دوتا رو میذاریم کنار، بقیه هاشون قابل بررسی هستن برای الگو ساعتی های امروزمون. در ارتباط با بیت کوین هم که من دیروز کامل صحبت کردم و فکر میکنم ویدیویی که امروز براتون منتشر شد امروز صبح تقریبا گویا باشه. الانم حدود مرز 38000 دلار رو بیت کوین داره لمس میکنه، 37900 خورده ای هستش. قیمت دلار هم باز اومد بالاتر، تتر 27 28000 رو حدود 800. پس مثلا دلار میتونه 100 تومن 200 تومن از بالاتر باشه، فکر کنم رو مرز 29000 تومن باشه الان قیمت دلار. و خب قیمت ریالی ارزهای دیجیتال رو هم با هم دیگه نگاه کنیم که در حال حاضر بیت کوین حدود 1,100,000,000، در واقع 1,094,000,000. اتریوم اومد 79,700,000. خب الان بیت کوین مقدار اومده پایین و اون یه مقدار بالا رفته قیمت دلار هم هنوز نتونسته جبران بکنه. 1,000 دلاری که اومده پایین از بیت کوین تقریبا دیروز تا حالا و بقیه ارزها رو میبینید که به تبع اون قیمت ها کاهشی شده. ترون اما افزایش داشته، از نظر ریالی بالا رفته، به خاطر اینکه خب امروز ترون میبینید سبز هستش و 1930 شده. دیروز 1800 بود، امروز تقریبا 100 تومن روی هر ترون اومده. بیت کوین کش خب پایین اومد و در مرز 8,000,000 تومان قرار گرفته. خب ممنون از آقای سجاد که معتقد هستن با این قضیه به اصطلاح وامی که در قبال رهن سهام در بانک قبول میشه کرد، الان بازار و سهام به عنوان یک به اصطلاح دارایی ارزنده در ذهن مردم میتونه جا بگیره، که بله این احتمال وجود داره، مخصوصا برای مردم ایران که وام خیلی علاقمندن این میتونه گزینه خوبی باشه. متشکرم از آقای حسین ابراهیمی، آیدی FRH، آقای امید، آقای سهراب که خب در ارتباط آیا پروژه یا پرسیدن که آیا ارز دیجیتال داره، که خب من اطلاعی ندارم، حالا بایستی ببینیم دقیقاً پروژه را. آقای حامد که میگن سهامای خوبی وجود داره برای سود، مخصوصا در پتروشیمی، غذایی، چند گروه دیگه، قند و شکر، روغن دوباره تو مغازه ها کمیاب شده و شایع میشه که قیمت اینها میخواد افزایش پیدا بکنه و موقع میتونن این گروه ها حرکت بکنن. خب آقای شهرام رو هم که خوندیم. همچنین تشکر از آقای مجید نوروزی، از آقای سام، آقای علی، آیدی ساجو جعفری و آقای پرویز احمدی. ممنون که برای ما پیام میذارید. در حال ما 2 روز تعطیلی رو پیش رو داریم و خب اصلا روزهای قبل از تعطیل معمولا بازار یه مقداری گیجه و خیلی نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم، ولی خب
امروز با توجه به اینکه دو روز تعطیلی پیش رو داریم، تقریبا بازار خوبی بود و شاخص کل هم وزنم که رشد کوچیکی را داشتن. بنابراین میتونیم امیدوار باشیم که بعد از ماه رمضان معمولا چون این مقداری هم رونق در کسب و کارها بیشتر میشه و شاید روند کلی بهتر بشه. ببینید توی یه سری ماهایی مثل ماه رمضان، ماه محرم، به خاطر اینکه تعطیلی زیاد هستش، یه سری مراسمای ویژه هستی، بالاخره مقدار به کسب و کارها تا حدودی رکود را تجربه میکنن توی این ماها. بنابراین خب بعد از این ماها همیشه انتظار داریم که روند بهتر باشه. امیدواریم اتفاق بیفته و روزهای خوبی را پیش رو داشته باشیم. ممنونم از شما عزیزان که با ما همراه هستید، کامنت میگذارید. عیدتون هم مبارک باشه. خدا نگهدار.